بدرود به شنونده های عزیز، برنامه امروز ما ادامه برنامه های گذشته است که از جناب استاد لطیف ناظمی میشنویم. لطفاً با ما باشید. یک عبارت دیگری وجود داره به نام پارسی دری. پارسی دری از قدیم معمول بوده. پارسی دری یعنی دری به معنی فسی، که دانشمندان چنین تصوری دارن که باید به دره و دربار و کبک دری اینا رابطه نداره. پارسی دری، خود تفسیر طبری هم میگه پارسی دری راه راست، یعنی بسیار پارسی که قابل فهم و دریست. تفسیر طبری نخستین تفسیر فارسی در زبان ماست، اولین فارسی، و تا زمان نصر بن احمد اجازه نمی دادن، تا زمان سامانی اجازه نبود که قرآن کس ترجمه کنه، چی برسه به این که تفسیر کنه. ولی او 40 تن از دانشمندان و مفسران شاه از بخارا خواست و از اونا تقریبا فتوا گرفت که قرآن به زبان فارسی تفسیر شده، و این قرآن تفسیر کردن، تفسیر نوشت طبری، محمد ابن جریر طبری تفسیر نوشت، بعد به زبان فارسی ترجمه کردن. در ترجمه تفسیر طبری چنین چیزی آمده، یعنی کلمه پارسی دری بکار رفته، آمده که این کتاب تفسیر بزرگ است از روایت محمد ابن جریر طبری رحمت الله علیه، ترجمه کرده به زبان پارسی دری راه راست. میبینه کلمه پارسی دری به کار رفته، یعنی پارسی فسی، دری یعنی زبان دیگی نیست، یک پسوند است برای زبان فارسی. در این تفسیر طبری بود. در تاریخ طبری هم که او را بلعمی ترجمه کرده و خلاصه ساخته، که اصل کتاب بسیار مفصل است ولی ترجمهش اندک گزیده و ترجمه بسیار زیبای نست خوبی داره. طبری بلعمی در این کتاب نوشته میکنه و این کتاب را فارسی دری گردانیدم تا ملک و اتباعی او بتوانند خواندن و فهمیدن و به هر کسی که بخواهد معانی آن را دانستن مشکلی رو نیاورد. میگه زبان ما فارسی دری است و تاریخ طبری یا تاریخ بلعمی را ما به زبان پارسی دری آوردم که تا هر کس معنی از این درست بفهمه. ابن سینا در همون کتابی که گفتیم به فرمان علاوی کاکویه نوشته کرده به نام دانشنامی علاوی، در اون کتاب میگه که باید مر خادمان مجلس وی را، خادمان مجلس کی؟ علاودین کاکویه، باید مر خادمان مجلس وی را کتابی تصنیف کنم به پارسی دری که اندر وی اصرها و نکته های 5 علم از علم های حکمت پیشینیان گرد آورم. و ای هم نام زبان خود میگه پارسی دری، پس هیچ استبعاد نداره که فارسی کتاب زبان دیگری باشه و دری زبان دیگری باشه. این ما در نثر هم از دانشمندان مختلف، دانشمندان امروزی میاریم که بگویند پارسی از کجا برخواسته و پارسی محصول و خواستگاهش این سرزمین امروزی کشور ما و آسیای میانه و اینها بوده.
نکته دیگری که باید گفت، ما گفتیم شاعران زبان فارسی ایران که در مربوط حوزه ایران هستند، اینا که زبان خود دری گفتند اما گاهی فارسی گفتند. همچنین دانشمندان زبان و شاعران زبان فارسی خراسان هم زبان خود گاهی فارسی گفتند گاهی دری گفتند. یعنی پیش از اونا هیچ تفکیکی چنین نبوده. مثلا ملک شعرا بهار که شاعر معاصر ایران است، او زبان خود فارسی گفته هم دری گفته. مثال بردیم بهار که این کار کرده، ملک شعرای قاری هم می رفته که بهار ببینه و برای بهار شعری ساخته که شعرای بسیار معروف افغانستان ملک شعرای محمد زاهر شاه بود، شاعر بسیار بزرگواری هست ملک شعرا قاری، ادیب بسیار. او زبان خود هم فارسی گفته هم دری گفته، گفته ادیبی سخن پرور فارسی، منظورش ملک شعرا بهار است، ادیبی سخن پرور فارسی که بکشود بر ما در فارسی، ز طبع سخن رونق تازه یافت، زبان دری قدر و اندازه یافت. زبان دری یعنی زبان فارسی، ادیبی سخن پرور فارسی همون کسی است که از او زبان دری قدر اندازه یافت، چنان آتش فارسی برفروخت که تا دامن هشت بایست سوخت. پس این گفته که فارسی یک زبان هست و دری زبان دیگری هست، حرف ناروایی هست. من بر شما سه شعر حافظ خواندم، سه بیت از سه غزل مختلفش، در سه غزل مختلف خود زبان خود دری گفته، خودش هم از شیراز است، یعنی از ایران است. پس این آدمی که میگه که زبان ایران فارسی است، از ما دری هست، در حالی که حافظ میگه زبان ما دری هست. و کسی شعر ما خوب میفهمه که دری یاد داشته باشه، یعنی فارسی یاد داشته باشه، چون فرق بین دری و فارسی قائل نیست. از این جهت به سه جای اگر زبان خود فارس دری گفته، سه جای دیگر زبان خود فارسی گفته، یعنی معنی از این داره که زبانش دریست زبانش فارسیست، یعنی دو زبان یاد داشته معنا داره؟ نه، یک زبان هست. این حالی سه بار که گفته زبانم به فارسی هست. سه مثال به شما از خواجه حافظ شیرازی میارم. میگه شکر شکن شوند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. شکر شکن شوند، یک پادشاهی به نام سلطان غیاث الدین شیری برش روان کرده بود، ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود. بعد سلاسه یک ساله میرود. بعد در یک جایی میگه این شیر روان کرده بود که حافظ ایر تکمیل کنه، همین که ساقی حدیث سر و گل و لاله میرود، حافظ ایر تکمیل کرد در یک بیت شعر که شکر شکن شوند همه توتیان هین، زین قند پارسی که به بنگاله میرود. پس بعد با آخرش هم نام سلطان غیاث الدین آورده. جایی دیگه میگه که بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو به شعر پارسی صوت عراقی. شعر پارسی آهنگ عراقی بساز به شعر پارسی، هم شعر خود دری میگه هم شعر خود پارسی میگه. ملک شعرا بهار در عین شعر خود فارسی گفته، شعر
ملک شعرا قاری شعری که بر ملک شعرا بهار نوشته میکنه در یک جای او شاعر پارسی زبان میگه در یک جای دری زبان. پس وقتی ما این حرف امروزی هم نیست، این حرف دیروز است. از دیروز تا امروز، از فردوسی تا امروز دری یعنی فارسی، پارسی یعنی دری، دو زبان جداگانه نیست. اما این که این دو زبان از هم جدا کردن و یک مرز بین این دو زبان قائل شدن و گفتن اینا زبان های جداگانه هستن، این یک بحث سیاسی هست، یک بحث زبانشناسی، بحث زبانشناختی نیست. بحثی نبوده که ما جایش میرسیم که از هیچ اکادمی علومی، دانشگاه، پوهنتونی، از هیچ جای دارالفنونی اینا نپرسیدن که آیا ما همین زبان دری بسازیم. فقط سیاست مدارا این کار کردن که مثالهایش کاملا وجود داره و ما میبینیم که تا سال 1343 اصلا زبان فارسی بوده، در همه جا فارسی بوده، دو زبانی که در افغانستان مروج بوده زبان فارسی و زبان افغانی بوده که بعدها پشتو ساختن. زبان فارسی شما خود محمود طرزی که بعدها میرسید به او، همه جا زبان شیرین بیان فارسی میگه، نمیگه که زبان دری. من فکر میکنم بسیار یک کار جالب برای زنا ما باید پیشنهاد کنیم به مو دستن در کاران سیاست و ترافیک های زبان که امی شعرهای فارسی و دری چند شاعر جدا بسازن، بعد بیان با ما حرف بزنن کدام شعر بگوین فارسیست، مثلا از حافظ و مولانا و سایر از هر دو جانب، از سنایی و از نه تنها از آنها، شاعران ما را شعرهای دری جدا کنن، مثلا سینا را، مولانا را، سنایی را، همونطور تا بیارن تا ملک شعرا و قاری را، تا اینا را که ببینن امو دریا را جدا کنن، پارسی ها را جدا کنن. در این صورت آدم میتونه همین مرز خواهی باشه که پارسی زبان دیگری هست و در ایران صحبت میشه و دری در افغانستان. در اون وقت اینا امیر ثبوت برسانن و گواهای بیارن بر ما. به هر حال بس ما ادامه خواهد داشت. یک جان تشکر استاد گرامی، مثال های بسیار زیبا و معلومات آگاهی بسیار ارزشمند شما ارائه کردین برای هر کسی که در راستای زبان کار میکنه یا انتقاد میکنن و هر دستن در کار سیاست که در با ذهن آشفته خود با زبان پارسی برخورد میکنن و پارسی ستیزی میکنن، برای همشان پاسخ شما ارائه کردیم. یک جهان تشکر از شما. ما در مورد رشد زبان و سیر و تکامل زبان صحبت کردیم. شما میشه در مورد زبانهایی که دیگر نیستن، مثلا زبان سکایی یا مادی و گونه های دیگه که از بین رفتن، چه دلایل میتونه وجود داشته باشه که این زبان ها دیگه تکامل نکردن و از بین رفتن؟ ببینید روزانه آمارش یادم رفته که اول یک آمار کذایی نگویم، روزانه ده ها زبان، هر روز چند زبان در جهان از بین میره، هر روز، یعنی در 365 روز زبان ها از بین میره. زبان هایی که نمیتونن مطابق نیازمندی های زمان تحول کنن و زبان های دیگر به زنا غالب می آید. یک گفتیم زبان یک مؤسسه قراردادی انسانی اجتماعی است. زبان در داخل جامعه رشد میکنه مطابق نیازمندی های جامعه. اگر تانیز خود هماهنگ بسازه و همخوان با نیازمندی های زمان و زمانه باشه، در اون صورت تحول میکنه و زبان توسعه پیدا میکنه، یا حتی اقل در حالت استایی و نیمه پویایی میمونه.
اگر زبان نتوانست مطابق نیازمندی های انسان رشد بکنه، مثلا لغات و واژگان و نظام واژگانی خود تقویه بکنه و زبان دیگری بر زبان مروج و زبان رایج فائق بیاید، این زبان آرام آرام نابود میشه، این زبان آهسته آهسته از بین میره. گاهی هم چنین اتفاق میفته که گویشگران یک زبان در یک جامعه دیگری تعلق میگیرند و زیر تاثیر از اون جامعه و زبان خود از دست میدن. شما نمونه کاملش در کشور هالند میبینید، در کشور آلمان میبینید، جوانان چی رقم زبان خود از دست دادن. این نوع دیگری از دست دادن زبان است. این به معنی از این نیست که خود زبان از بین رفته، این زبان در نزد گویشگر از بین رفته. مثلا خود زبان گاهی از میان نمیره، اما او زبان همون گویشگرا از زبانشان از یادشان میره. مثل که بعضی آدم ها مثلا کسانی که زبان مادریشان پشتو هست در افغانستان زبان خود از دست دادن در جامعه فارسی زبان، برادران ازبک یا برادران ترکمن اینا در یک محیطی که قرار گرفتن که زبان رایج، زبان مسلط، زبان بازار، زبان نوشتار فارسی بوده، زبان خود از دست داده. عوامل متعددی وجود داره. یکی از این عوامل ها زیر تأثیر زبان دیگری قرار گرفتن، زبان دیگری مسلط شدن، یا یک زبان استعماری بر اونا تحمیل شدن. در کشورهای افریقایی همیتی شده بعضی کشورها، یا زبان خود از دادن یا قسمن از دست دادن. در کشورهای مثل تونس، مثل مراکش اینا میبینیم بعضی جوان ها اصلا زبان عربی زبان خود نمیدانن، ولی از یک طرف دیگه همه اینها زبان فرانسوی رو میدانن، چون که زیر تسلط فرانسوی ها بودن. بعضی اتفاقاتی که در کشور ما افتاد، کسانی که در پامیر زندگی میکردن، از بلندترین چکاد پامیر تا پایانش چند زبان کوچک وجود داشت، زبانهای کوچک. اینا هر کدام از اینا از به اون طرف مهاجرت کردن، از این کوهای پامیر پایین شدن به اون طرف، در اون مناطق به اقوام خود پیوستن. اگر به اقوام خود پیوستن زبانشان ماندگار بود، و اگر در جای دیگر رفتن که زبانشان نبود، همون زبان کاملا از بین رفته، همون نوع زبان پامیری از بین رفته. مثلا به یک منطقه رفتن که اونجا چینایی بوده و هیچ کس زبان پامیری صحبت نمی کرده، در محیط منحل شدن. پس چند عامل وجود داره برای از بین رفتن زبان، و عامل عمدهش همین که زبان توانایی فرهنگی و توانایی توسعه را نداشته باشه. در این صورت آرام آرام میپوسه و لغاتش مثل برگ های درخت در خزان که میریزن، همون گونه میریزن تا این درخت زبان کاملا برهنه میشه، دیگه زبان وجود خارجی نداره. این سوال در او بخشی که ما زبانهای هند اروپایی که زبان سکایی از بین رفته، زبان مادی از بین رفته، فرس باستان از بین. ها اونجا ما گفتیم که بعضی زبانها جای خود به یک زبان دیگه میدن. فارسی باستان زبان خود به فارسی میانه داده، زبان اوستایی جای خود به پهلوانیک یا زبان پهلوی اشکانی داده، و زبان پهلوی اشکانی جای خود به زبان فارسی نو داده، و عناصر دیگر هم از زبانهای دیگر گفتیم، مثلا زبان باختری، زبان خارزمی، زبان سختی، و بعدها زبان عربی. اینا همه یک جا شدن، زبان فارسی نو با وجود آوردن. زبان مثل جامعه متحول است، چون مربوط به انسان است.
چون انسان و جامعه در حال تحول است در هر حالتش، پس زبان هم متحول میشه و اگر با این تحول همپای با زمان رفت خوب، ورنه در جا میزنه و زبان نابود میشه. بسیار تشکر استاد گرامی. من فکر میکنم معلومات بسیار ارزنده هست که به دست ما رسید امروز از طریق از برنامه کردیم. یک جهان تشکر از شما. شما سلامت باشین. ممنون شما. انشاءالله در خدمت هستم.